تصویر ہے اس بڑی تصویر کے مقابلے میں، اور اس تصویر نے بڑا بننا ہے اس بڑی تصویر کے مقابلے میں. امام خمینی کے اپنے فرمان کے مطابق کون کبیر ہے وہ عالم اور کون صغیر ہے یہ عالم. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لہذا انسان اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، جس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی کہ انسان آیت اللہ العظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی. یہ وہ تعریف ہے جو دین نے انسان کے حوالے سے بیان کی ہے. اور اس تعریف کے مقابلے میں جب آپ سیکولرزم کی تعریف دیکھتے ہیں، مغرب کی تعریف دیکھتے ہیں جو مغرب نے اور سیکولرزم نے انسان کے بارے میں کی ہے، تو آپ اس موازنے سے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے. اسلام کی نگاہ، ان کی نگاہ میں، سیکولرزم کی نگاہ میں، انسان ایک ایسا جانور ہے جس کی دو ٹانگیں ہیں، اور اگر باقی جانوروں سے اس میں کوئی فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا ذہن پیچیدہ ہے اور یہ سوچ سکتا ہے، جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا پر غلبہ پا سکتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتا ہے. اب جب آپ ان دو تعریفوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اور ان کی فکر کیا ہے. انسان اسلام کی اصطلاح میں اسماء اللہ کا مجموعہ ہے، اور جب آپ قرآنی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے بھی فرشتوں کو اس بشر اور اس انسان کے سامنے سجدے کا حکم اسی لیے دیا کہ اللہ کی تمام صفات کا مظہر یہ انسان ہے، لہذا اس کرامت انسانی اور ان صفات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس کرامت انسانی کے مقابلے میں کوئی چیز قابل قدر نہیں ہے. سوال دوم اینه که آیا فقط خود حضرت آدم علیه السلام میتونست مظهر اسماء الله باشه و بود، یا نه ما هم میتونیم؟ امام به این سوالم تو بحثاش جواب میده، میگه همه ما آدمیم، ولی یه فرقی است بین ما و آدم علیه السلام، و او اینه که آدم این قوا رو در خودش به فعلیت رسوند و مظهر تجلی اسماء الله شد، اما ما این قوه رو در خودمون به فعلیت نرسوندیم و نخواهیم رسوند. ما لذا ما نمیتونیم خودمون رو به ملائکه عرضه کنیم، اون میتونه، انسان کامل میتونه. ما فقط حیوانیت خودمون رو، بعد طبیعی خودمون رو میتونیم عرضه میکنیم و به فعلیت میرسونیم. شؤون حیوانی در ما بالفعل شهوت و حرص و طمع و غضب و کینه و حسد و خودخواهی و اینها در ما بالفعله شؤون حیوانی ما، اما شؤون انسانی و الهی ما معمولا در خودمون اونها رو به فعلیت نمیرسونیم و عرضه نمیکنیم. هر کس هر مقدار اون شؤون رو بتونه در خودش به فعلیت برسانه، به همان مقدار آدم است و به همان مقدار ملائکه بهش نزدیک میشن و در برابرش خضوع میکنن. هر کس از ما هر مقدار فاصله داشته باشه و بعد حیوانی در ما قوی تر باشه، چنان که بالفعل معمولا در ما، در خود بنده رو من عرض میکنم، دورتر از این ساحت. و بعد آخرین سوال در باب انسان کیست و انسان چیست، امام میگه ماها چون معمولا شؤون حیوانی در ما به فعلیت میرسه نه شؤون الهی و انسانی، یعنی اهل تهذیب نفس و معرفت و علم و عمل و اینا نیستیم، اهل ایمان و عمل صالح کمتر هستیم، تعلق به طبیعت داریم، به دنیا داریم، میگه اینو بدونیم. بعضیا توهم کردن چون میبینن موجودات رو تقسیم میکنن، میگن این انسان این حیوانه، واقعا فکر میکنن که همه ماها که ظاهرمون انسانه باطنمون هم انسانه، فکر میکنیم واقعا ما با حیوانات فرق داریم. امام رضوان الله علیه میگه که این که تو ذهن همه هست که هر کس آدم به شکل ظاهر آدم متولد میشه، فکر میکنید از همه حیوانات با ارزش داره، این اشتباه بزرگی است. ایشون میگه ماها وقتی که اکثر ما با حیوانات هیچ فرقی نداریم، از حیوانات با ارزش تر نیستیم،
با فضیلت تر نیستیم. اتفاقا فاصله ما از بعضی حیوانات، از فاصله بعضی حیوانات از همدیگه کمتر هم هست. امام مثال میزنه، میگه که مثلا یک کرم و یک میمون و یک انسان رو شما مقایسه کن، انسان ظاهرن انسان با میمون شبیه ترن یا کرم با میمون؟ اتفاقا ما با میمون خیلی نزدیکتریم تا کرم با میمون. پس به اینکه هر کسی ظاهرن انسان متولد میشه کافی نیست، اون مقدار شعور غریزی و خودخواهانه و منفعت طلبانه ای هم که در ما هست در میمون و شیر و خوک و زرافه هم هست. به این مقدار شعور اونا هم دارن. ولذا ایشون میگه فکر نکنید همه افراد بشر از حیوانات برترن. نه خیر، اینطور نیست. اکثر افراد بشر در ردیف حیواناتند، بعضی از افراد بشر از حیوانات هم درنده ترن. بل هم اذل، که قرآن کریم میفرماد کل انعام بل هم اذل. حیوان هم باز نسبت به بعضی از انسانها شعور داره، شرف داره. حتی ایشون میگه قدرت تشخیص حسن و قبح و صلاح و فساد و نفع و ضرر هم در حیوانات هست، در انسان هست. امام تو تعبیرش میگه گاهی گربه های تربیت شده هستن که یه عمل زشت خلاف تربیتشون وقتی انجام میدن آثار شرمندگی و خجالت توی چهره گربه دیده میشه. حتی گربه ها هم نوعی خجالت و شرم دارن. یا وقتی یک الاغی رو براش کاه و جو بگذارید، یک طرف کاه بذارید یک طرف جو، اونم تشخیص میده نفع و ضرر. حسن و قبح به این معنا تشخیص میده، ذائقش بهتره میره طرف جو. خب انسان ها هم همینطورن، تو بازار، تو جامعه، تو سیاست، تو اقتصاد بو میکشن، نگاه میکنن منافعشون کجا بیشتر تامین میشه، میرن. میگه امام میگه از این جهت ما فرقی نداریم با اون میمون و الاغ. این که کافی نیست برای انسان بودن. بعد جالبه، میگه سوالی تر میکنه، میگه بعضی میگه اگه اینه پس چرا همه مردم بشر بینشون مشهوره که انسان اشرف از حیواناته؟ امام میگه انسان بدون توحید، انسان بدون تهذیب نفس اشرف از حیوانات نیست. اما اینکه مشهور شده که ماها اشرفیم به دو علت خیلی جالبه. میگه اولا قلم دست دشمنه. خب قلم دست ماست، ما خودمون داریم میگیم ما از حیوانات اشرفیم. از حیوانات اگر بپرسی جواب عکس میدن، ما به نفع خودمون داریم حرف میزنیم. چنان که امام میگه چطور در قرآن بفرماد که وقتی حضرت سلیمان علیه السلام و همراهانش لشکرش داشتن میامدن، قرآن میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آقا مورچه ها گفتن برین کنار، این سلیمان و لشکرش، این آدم ها، اینا شعور ندارن، اینا نمیفهمن، اینا نفهمن، الان میزنن همه ما رو له میکنن. خب این قرآن دیگه، قرآن هم مثل ماها نیست که مثلا قصه میگیم برای بچه ها. آقا فیله گفت نمیدونم فلان، خانم موشه گفت فلان، داستان نیست، واقعیته، واقعیت این. خب از مورچه ها بپرسی میگن ما از آدم ها با شعور تریم، اینا بیشعورن، نه همونطور را میرن هیکلاشون همه چیز رو خراب میکنن، را اینا شعور ندارن، هم لا یشعرون. امام فرمود که از مورچه ها بپرس میگن ما بیشعوریم، از ما میپرسیم میگن حیوانات بیشعورن. نه آقا، این شعور حیوانی که در انسان ها هست در حیوانات هم هست. از این جهت ما و حیوانات مثل همین، ما سر دو پا دنبال منافعمون میچرخیم، اونا رو چهار پا میرن. این نیست فرق انسان و حیوان. فرق انسان و حیوان در حیات طیبه است که قرآن فرمود هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشد، من ذکر او انثی، مرد یا زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، اون وقت بهتون حیات طیبه میدیم. حیات طیبه دیگه مخصوص انسانه، و هم نه، همه انسانهای مؤمن و عامل دیگه. حیوانات به این معنا حیات طیبه او خلافت اللهی، این تعبیریست که امام داره. نکته دوم هم البته امام میگه این تقسیمات که تو منطق و فلسفه میکنن این انسان او حیوانه، اینا کافی نیست. اینی که ما داریم میگیم از یک زاویه دیگه، اون برای درس و بحثه. اما اون که انبیاء به ما گفتن، فرمودن اگر اهل ایمان و عمل صالح نباشه انسان، اولئک کالانعام بل هم اذل. حالا که فهمیدیم انسان کیست و چیست، و تمام قرآن برای نجات انسان نازل شد،
تمام انبیا آمدن برای رهایی انسان، برای رشد و کرامت انسان. تمام اولیا، تمام اهل بیت برای این آمدن و گفتن. تمام مصائب اهل بیت برای این بود. مصائب زینب کبرا برای این بود. قطعه قطعه شدن عباس و حسین برای این بود. تشنگی حسین و مشک آب نرسه به خیمه و قطعه قطعه شدن حسین و پاره شدن گلوی علی اصغر، همه اینا برای همه بوده. این هدف بزرگیست که باید بشناسیم. اون وقت میفهمیم که حسین و زینب و عباس و علی اصغر و علی اکبر چقدر بزرگ بودن و چرا وقتی که در راه اون پسر جوان از امام حسین میپرسه که سید الشهدا میفرماند که ما این کاروان به سوی مرگ میرود، به سوی خون. بعد میپرسن که امام از اون جوان میپرسن که نگاهت به مرگ و به شهادت چیست؟ اون جوان میگه احلا من الاصل، میگه این مرگ و کشته شدن از اصل شیرین تره برای من. امام پرسیدن که چقدر صبر داری بر مرگ؟ اون میگه اینجا آقا جای صبر نیست، جای عشقه. شما از من میپرسی صبر، مقاومت، تحمل؟ من تشنه مرگم، من منتظرم که وقت شهادت برسه. اینجا جای صبر نیست، جای شوقه. جلوی منو نگیرین، راه منو باز کنین، من منتظرم که شما اجازه بدید برم جلو. شما به من میگید صبر؟ برای که این اهداف بلند رو میدانستن. صحبت پیروزی و شکست مادی نبود.